همراه میشیم با جواد همدانی، همکار ما از اسلام آباد. جواد، جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟ از خودت میشنویم. عبدالله، اینجا در اسلام آباد تعدادی از هزارهایی که مقیم این شهر هستند در واقع در حومی اسلام آباد گرده هم آمدند در باراکاهو و این برنامه رو برگزار میکنند و این برنامه به مناسبت روز جهانی همبستگی هزارها داره برگزار میشه و این یک برنامه طولانی هم هست و چند روز هست که برگزار کنندگان در صدد برگزاری این برنامه بودن، اما در مواردی در واقع با مشکلاتی مواجه شدن و به تعویق افتاد برگزاری این برنامه. یکی از برگزار کنندگان این برنامه هم کنار ما هست، از ایشان میپرسیم که دقیقاً در این برنامه چه چیزایی در نظر گرفته شده. آقای عبدالغفار ابراهیمی، خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون که وقتتون رو اختصاص دادید به این برنامه. بفرمایید که چه برنامه‌ای در نظر دارید و تاکنون چه اتفاقایی افتاده؟ ظاهرا برنامه طولانی هم هست. سلام و درود خدمت بینندگان. شما عبدالغفار ابراهیمی هستم، یک از برگزارکننده های برنامه. روز جهانی همبستگی هزاره ها تقریبا 6-7 سال میشه که در سراسر دنیا تجلیل میشه و این روز بر اساس یک سلسله رویدادهای تاریخی که در طول تاریخ بر سر هزاره ها آمده، یک سلسله نخبه های هزاره ها جمع شده و این روز بنیانگذاری کرده تحت عنوان روز همبستگی، روز جهانی همبستگی هزاره ها. و ما هم قرار بود برنامه را در تاریخ 5 اکتبر بگیریم چون روز همبستگی جهانی هزاره ها تاریخ اول اکتبر است، اما بنا به مشکلاتی که امنیتی که در داخل اسلام آباد پیش آمدن این برنامه تعویض افتادن، امروز ما را برگزار کردیم و این برنامه توسط یک ستاد مردمی مهاجرین مقیم اسلام آباد برگزار شده. هدف اصلی از برگزاری این برنامه چیست؟ در واقع چه چیزی رو میخواید به دست بیارید؟ هدف اصلی از این برنامه ای هست که ما میخواییم هزاره ها را تحت عنوان یک چتر هویتی به نام هزاره جمع کنیم که در این برنامه هزاره های اهل تسنن، هزاره های اسماعیله و هزاره های شیعه و تمام هزاره ها در اینجا شریک هستند و ما میخواییم هزاره را به عنوان یک هویت و به عنوان یک ملت در دنیا نشان بدیم، گذشته از مسائل مذهبی، گذشته از مسائل اعتقادی. خب، نسل کشی هزاره ها یکی از مهمترین موضوعات است که مورد توجه هم هست. در این خصوص که این نسل کشی توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه، شما چه انتظاراتی دارید؟ نسل کشی هزاره ها یک موضوع هست که حق هزاره ها هست، چون در طول تاریخ هزاره ها نسل کشی به تمام معنا شده، بر اساس قواعد های بین المللی هزاره ها نسل کشی شده و ایر ما از دنیا و سازمان ملل انتظار داریم که حق برای ازی مردم بیتر. و یک کشوری که در این اواخر نسل کشی هزاره ها را به رسمیت شناخته عبارت از کشور کانادا می باشه. امیدوار هستم که سایر کشورها و سازمان ملل هم این روز به رسمیت بشناسد، چون یک روز است که حق هزاره ها هست و هزاره ها نسل کشی شده در افغانستان. خیلی ممنون آقای ابراهیمی، بعدن هم با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. برنامه تازه شروع شده و قرار است ساعت 6 به وقت محلی ادامه پیدا کنه، یعنی هنوز 3 ساعت دیگه مانده تا پایان برنامه و در پایان برنامه قرار است یک اعلامیه قرار بشه که آن را هم در خدمت شما خواهیم رساند. همکارم جواد همدانی از محل برگزاری برنامه در اسلام آباد، ممنونم از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی.